برتران و پیر امانوئل هیچ چیز مشترکی با هم نداشتند تا اینکه چند هفته پیش دریافتند خاطرات کودکیشان پشت دیوارهای این کلیسا در حومه لیون با یکدیگر و با خاطرات ده ها نفر دیگر مشترک است. کشیشی که مدیر کلیسا بود به خیلی از کودکان آزار جنسی رسانده است. وقتی خواست لبانم را ببوسد خیلی شوکه شدم. به حالت تناسلی هم دست زد. نمیتوانستم کاری بکنم. میخواستم فرار کنم اما نمیدانستم چه کار کنم. میترسیدم که اگر از آنجا فرار کنم هیچ کس حرف مرا باور نکند. بوی عرق بدنش را به یاد میآورم. دستش را که زیر لباسم بود و مرا به خودش چسبانده بود. پاهایش را پشت من گذاشت به طوری که نتوانم حرکت کنم. خیلی خوب به یاد دارم. حالت تناسلیش را پشتم احساس کردم. به من گفت که بگویم دوستش دارم. و بعد هم گفت تو پسر کوچک من هستی و این رازی بین من و توست که نباید به هیچ کس گفت. رازی که ده ها سال روی شانه های کسانی که در سالهای 1970 تا 1991 زیر نظر پدر برنار پرنا پیشاهنگ بودند و در آن زمان بین 8 تا 12 سال داشتند سنگینی می کرده. یکی از کسانی که به کلیسای پدر پرنا می رفته می گوید که او مردی پرجذبه بود و همه به او اعتماد داشتند. از او می پرسیم که آن موقع کسی به این کشیش شک نکرد؟ می دانستند حتما اما چیزی نمی گفتند چون این کشیش جذبه فوق‌العاده‌ای داشت. مطمئنم که بعضی از پدر مادرها وقتی بچه‌هایشان برایشان تعریف می کردند چه اتفاقی افتاده حرفشان را باور نمی کردند و می گفتند چی میگی امکان نداره. خیلی خوب یادم هست در همین اتاق بود یکی دو بار اتفاق افتاد همان گوشه بیرون سر و صدا بود و اینجا در این اتاق سکوت حکم فرما شده بود سکوتی که هنوز هم در گوشم صدا می کند دیدیه بیشتر از 30 سال از این سکوت رنج کشیده و از 8 سالگی تا 11 سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفته بود با او در خانه برتران ملاقات می کنیم که یکی از بنیانگذاران انجمن گفتگوی آزادانه است او این انجمن را دسامبر سال گذشته با دیگر قربانیان سوء استفاده جنسی پدر برنار پرنا به راه انداخته. بسیاری از این افراد از این کشیش به خاطر آزار جنسی که به آنها رسانده شکایت کردند. با کمک روانپزشک این گروه از قربانیان سابق این کشیش حمایت می‌کنند و امکانی برای آنها فراهم می‌کنند که بتوانند ناگفته‌هایشان را به زبان بیاورند. در عرض چند هفته ده‌ها نفر به این انجمن مراجعه کردند. موفق شدیم ناگفته ها را بیان و این واقعیت را آشکار کنیم گفتیم اینها واقعیت دارند این چیزی است که وقتی بچه بودند بر سرشان آمده تا دیگر کسی نتواند این اعمال را کم اهمیت جلوه دهد این نامه ای است که پدر مادرم در سال 1991 فرستادند فرانسوا یکی دیگر از قربانیان آزار جنسی است. او همان موقع با پدر و مادرش صحبت کرده و آنها هم بلافاصله نامه‌ای به اسقف لیون فرستادند و درخواست تعلیق پدر برنار پرنا را کردند. پدر پرنا به اعمالش اقرار کرده بود اما اسقف اعظم وقت او را به کلیسای دیگری فرستاد. 6 ماه بعد کشیش دوباره سر کار خود برگشت و 25 سال دیگر در محله‌های دیگر با کودکان دیگر کار کرد. بالاخره در ماه می سال گذشته اسقف اعظم لیون کاردینال بربران کار او را به حالت تعلیق درآورد. در ماه ژانویه جرائم پرنا به او اعلام شد و او هم به تمام موارد آزار جنسی اعتراف کرد. وکیل او میگوید که پرنا 30 سال پیش هم به این جرائم اقرار کرده بود. سی لا جوستیس نا پاس ایتی راندو. این که عدالت تا کنون اجرا نشده تقصیر پدر پرنا نیست. زمانی که ماجراها برملا شد او اعتراف کرد. او 25 سال با گناهانی که مرتکب شده زندگی کرده. نکته عجیب این است که کاملا به او اعتماد شد. انگار هیچ چیزی رخ نداده. فکر کردن کافی است. جایش را عوض کنند تا همه چیز فراموش شود. در بین اهالی محل کلیسای پدر پرنا این ماجرا باعث حیرت و همچنین شرم شده است. کسی میتواند نخستین سنگ را پرتاب کند که خودش گناه نکرده باشد فقط همین را میتوانم بگویم خیلی آزاردهنده است او کشیش خوبی بوده و خیلی دوستش داشتیم خیلی برایش تأسف خوردیم پسر ما در گروه کور بود و وقتی او رفت خیلی ناراحت شد
بچه ها را دوست داشت و بچه ها هم او را دوست داشتند و مراسم تعلیمات پیشاهنگی همه به خوبی انجام می شد. خیلی دور از ذهن است که چنین کارهایی را در گذشته انجام داده باشد. او ارشد من بود، من معاون او بودم و او کشیش من بود. اینکه چنین اعمالی از کشیش کسی سرزده باشد، عرق شرم بر پیشانی آن شخص می نشاند. از آن زمان اسقف نشین لیون چند اسقف جدید داشته و تمام قربانی های برنار پرنا امروز آنها را مسئول می دانند. بیش از همه از تمام سیستم کلیسا خشمگینم، از همه کسانی که در کلیسا بودند و می دانستند، اسقف آن روز و اسقف امروز، همه اینها بودند که اجازه دادند این اعمال رخ بدهد. سوال اصلی و جدی این است که چرا آنها کاری نکردند و بچه ها را از این کشیش دور نکردند. کاردینال باربران اعلام کرده بود که در سال 2014 از اعمال برنار پرنا مطلع شده، اما به تازگی به رسانه‌ها گفته است که از سال 2007 میلادی موضوع را می‌دانسته. او دقیقاً گفته که اعمال برنار پرنا واقعیت‌های قدیمی است که درباره‌شان هیچگاه شکایتی مطرح نشده بود و نشانه‌ای که تکرار شده باشند هم وجود نداشته. اسقف اعظم لیون درخواست مصاحبه با یورونیوز را نمی‌پذیرد. با رژین مر، سخنگوی اسقف نشین لیون صحبت می‌کنیم که مسئول پرونده پرناست و به جای مقامات کلیسا با قربانی‌ها مذاکره می‌کند. این نوع اقدامات و حفاظت از نهاد کلیسا به جای قربانی‌ها خیلی جای تأسف دارد، اما روشی بوده که از پیش به آن عمل می‌شده. این پاسخ برای قربانی‌های برنار پرنا کافی به نظر نمی‌رسد. چند نفر از آنها اینک می‌خواهند علیه اسقف لیون و علیه رژین مر به دلیل محکوم نکردن کودک آزاری اقامه دعوا کنند. کاردینال باربران از خطرات آگاه است. همدستی در ارتکاب جرم، حفاظت از مجرم، پنهان کردن جرم، همه اینها را می داند. فکر کنم احتمال زندانی شدن هم هست. او این نکات را می داند و اگر مجبور شود حاضر است که استعفا کند، چون در هر صورت مسئله اعتماد نسبت به کلیسا مطرح است. کلیسایی که اعضای انجمن گفتگوی آزادانه از آن پاسخ می خواهد. شاید کار به شکایت از برخی از مقامات واتیکان هم که اعضای انجمن میگویند از ماجرا مطلع بودند برسد. محاکمه برنار پرنا به زودی برگزار خواهد شد. بقایای مربوط به بسیاری از قربانی‌ها قدیمی‌تر از آن است که بتوان در دادگاه‌های فرانسه درباره‌شان حکم صادر کرد. پیر امانوئل یکی از کسانی است که هنوز قانوناً حق شکایت دارد، اما برای او هم مثل قربانی‌های دیگر نکته مهم این است که بیرون از راهروهای دادگاه از این مسئله حرف زده شود. امروز برای من روز خوبی بوده. موفق شدم ادعای جرم کنم و از او اعتراف بگیرم و بدانم که مقامات مذهبی بالاخره دست به اقدام می خواهند زد. اتفاقاتی که 25 سال پنهان مانده کم کم برملا می شود. این نکته برای من بسیار مهم است و به همین دلیل است به اقدام قانونی دست زدم، برای اینکه ماجراها آشکار شود.